خب به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه. من سعید بهشتی هستم، دانشجوی دکترای مهندسی صنایع دانشگاه تهران. در این ویدیو از مجموعه ویدیوهای آموزشی فرادرس در خدمت شما هستیم با مرور و حل تست های تحقیق در عملیات یک ویژه کنکور کارشناسی ارشد و دکترا. اولین فصلی که میخوایم با همدیگه بررسی کنیم الگوریتم سیمپلکسه. در واقع الگوریتم سیمپلکس مسائلی که به فرم خطی مدل سازی شده باشن رو با طی کردن چند گام پیاپی حل میکنه و به جواب بهینه میرسه و ما میخوایم که در ادامه کارمون این چند تا گام رو با هم بررسی کنیم و شما میدونید که اولین قدم یا اولین گام شروع حلمون اینه که وقتی به شما یک مسئله برنامه ریزی خطی میدن بتونید جدول اولیش رو تشکیل بدید. خب ما در ابتدای کار بایستی که مسئله رو به فرم استاندارد در بیاریم، یعنی بنویسیم که محدودیت اول به اضافه متغیر کمکی S1 مساوی میشه با B1 و به همین ترتیب محدودیت دوم به اضافه S2 مساوی میشه با B2 و از اونجایی که ما دو تا محدودیت داریم برای تشکیل جدول اولیه یا پایه اولیه‌مون بایستی که دو تا متغیر رو در پایه بذاریم و متغیری میتونه داخل پایه قرار بگیره که ضریبش توی محدودیت خودش مثبت 1 و در بقیه محدودیت‌ها 0 باشه. بنابراین از محدودیت اول S1 و از محدودیت دوم S2 رو داخل پایه میذاریم و همواره در تمامی جداولمون زیر متغیرهای پایه‌ای ماتریس همانی قرار داره که ما با علامت آی نمایشش میدیم و همچنین در سطر هدف متغیرهای پایه‌ایمون هم در تمامی جداول صفر نوشته شده. خب شما میدونید که متغیرهای پایه‌ای این جدولمون برابر هستند با S1 و S2 و میتونم به شما بگم که توی همه جداولمون مقدار متغیرهای پایه‌ای برابر میشه با مقادیر سمت راست یا همون ستون RHSمون، یعنی در واقع میتونم بگم که الان S1 مساوی هستش با B1 و S2 هم مساوی هستش با B2 و همچنین مقدار متغیرهای غیر پایه‌ایمون هم در تمامی جداول برابر صفره. و آخرین نکته‌ای که میخوام توی این استاد بهش اشاره کنم مقادیر سمت راست جدوله. ما توی همه جداولمون بایستی که RHSمون مثبت باشن و اگر در یک جدولی مقادیر سمت راستمون منفی بشه نشون دهنده اینه که اون جدول متناظر یک نقطه ناموجهه. خب حالا بعد از اینکه جدول اولیه رو تشکیل دادیم بایستی که یک متغیر رو به عنوان متغیر وارد شونده انتخاب بکنیم. خب شما میدونید که توی مسئله ماکسیموم سازی اون متغیری که ضریب سطر هدفش منفی باشه شرط ورود به پایه رو داره و اما اگر چند متغیر ضریب سطر هدفشون منفی بود الگوریتم منفی ترین رو وارد پایه میکنه و ستون زیرش رو هم به عنوان ستون لولا در نظر میگیره و به همین ترتیب برای مسائل مینیمم سازی اون متغیری که ضریب سطر هدفش مثبت باشه شرط ورود به پایه رو داره و اگر چند متغیر ضریب سطر هدفشون مثبت بود الگوریتم مثبت ترین رو وارد پایه میکنه و ستون زیرش رو هم به عنوان ستون لولا در نظر میگیره. انتخاب درست متغیر وارد شونده، یعنی متغیری که شرط ورود به پایه رو داره، تضمین میکنه که مقدار تابع هدفمون در این تکراری که انجام میدیم بدتر نشه. خب حالا پس از این که ما متغیر ورودی رو معین کردیم بایستی که در قدم بعدی متغیر خارج شوندهمون رو هم مشخص بکنیم. خب شما فرض کنید که متغیر X1 به عنوان متغیر وارد شونده انتخاب شده و ستون زیرش هم میشه ستون لولا. حالا برای انتخاب متغیر خروجیمون بایستی که مقادیر سمت راست رو تقسیم بکنیم به عناصر مثبت ستون لولا. پس در واقع تست مینیمم نسبتمون مساوی میشه با مینیمم 10 تقسیم بر 1. خب میدونید 18 که تقسیم بر 0 نمیشه، 21 تقسیم بر 3 و در نهایت 1 هم تقسیم بر منهای 2 نمیشه، به خاطر اینکه ما در تست مینیمم نسبت گرفتن فقط مقادیر سمت راست رو تقسیم میکنیم به عناصر مثبت ستون لولا و تقسیممون رو به روی 0 یا اعداد منفی انجام نمیدیم.
خب حاصل تتا هم برابر با 7 میشه. میگیم که این 7 از کجا اومده؟ در واقع میتونم بگم که این 7 حاصل تقسیم سطر سوم یعنی 21 به روی 3 بوده. پس ما هم متغیر پایه‌ای مربوط به سطر سوم رو از پایه خارج میکنیم و سطر مقابلش رو به عنوان سطر لولا در نظر میگیریم. و در نهایت اگر تست مینیموم نسبت رو درست انجام بدیم و متغیر خارج شونده رو درست انتخاب بکنیم، تضمین میکنه که جدولمون در طی این تکرار شدنی باقی بمونه، یعنی مقادیر سمت راست یا RHSI ما در جدول بعدی هم همچنان غیر منفی باقی بمونن. خب بعد از این که شما متغیر وارد شونده و خارج شونده رو مشخص کردید، بایستی که به روی عدد لولا محورگیری بکنید و به جدول جدید برید. خب همونطور که توی شکل مشاهده می‌کنید، ما x1 رو وارد پایه کردیم، محورگیریمون رو روی عدد لولا انجام دادیم و متغیر s1 رو هم از پایه بیرون کردیم. اگر دقت کنید متوجه میشید که متغیر وارد شونده x1 در جدول جدیدمون مقدارش برابر با 1 شده، یعنی دقیقا همون مقدار تست مینیموم نسبت. در حقیقت میخوام به شما بگم که این اتفاق تصادفی نبوده و همواره متغیر وارد شوندمون در جدول بعدی مقدار تست مینیموم نسبت یا همون تتا رو به خودش میگیره. نکته بعدی که میخوام بهش اشاره کنم اینه که ما در هر تکراری که انجام میدیم میزان تغییر تابع هدفمون برابر میشه با منهای زد جی منهای سی جی متغیر وارد شونده ضرب در تتا، که خب شما میدونید که منهای زد جی منهای سی جی یعنی در واقع منهای 4 و ضرب در تتا هم که در واقع میشه ضرب در 1 و در نهایت میزان تغییر تابع هدفمون هم برابر میشه با مثبت 4، که خودتون هم میتونید توی جدول ببینید که مقدار تابع هدفمون اول 0 بوده و در اثر این تکراری که انجام دادیم 4 واحد افزایش پیدا کرده و در جدول جدیدمون به مقدار 4 رسیده. خب حالا بریم یه سوال با هم دیگه ببینیم. خب توی این سوال به ما گفتن که متغیرهای x4، x5 و x6 به ترتیب متغیرهای کمبود یا کمکی مربوط به محدودیتامون هستن، یعنی ما در ابتدای مسئله محدودیت اول رو به اضافه x4، محدودیت دوم رو به اضافه x5 و در نهایت محدودیت سوم رو هم به اضافه x6 کردیم و برای تشکیل جدول اولیه‌مون به ترتیب همین x4، x5 و x6 رو داخل پایه قرار دادیم و مقادیر سمت راست جدول هم برابر بودن با 2 و 5 و 6 که در واقع همین بردار سمت راست محدودیتامون میشه. حالا به ما گفتن که در جدول اولمون متغیر x2 به عنوان متغیر وارد شونده انتخاب شده و ستون زیرش همیشه ستون لولا، که خب حالا اگه از توی محدودیت ها نگاه کنید ستون زیر متغیر x2 بایستی برابر باشه با 1, 2 و 2. حالا به ما گفتن که بعد از انجام عملیات لولایی در جدول دوممون جواب کدام است؟ خب شما میدونید که برای انتخاب متغیر خارج شونده ما بایستی که مقادیر سمت راست رو تقسیم بکنیم به عناصر مثبت ستون لولا. پس تست مینیموم نسبتمون برابر میشه با 2 تقسیم بر 1، 5 تقسیم بر 2 و 6 تقسیم بر 2، که در نهایت حاصل تتامون برابر میشه با عدد 2. خب حالا میگیم این 2 از کجا اومده؟ در حقیقت 2 از سطر اول یعنی تقسیم 2 به روی 1 اومده. پس ما متغیر پایه‌ای سطر اول که x4 باشه رو از پایه خارج میکنیم. خب پس اگر محورگیری کنیم و به جدول دوم بریم، شما میدونید که متغیر x2 وارد پایه میشه، به روی عدد لولا محورگیری میکنه و x4 رو از پایه میندازه بیرون. پس در نتیجه توی جدول دوم متغیرهای پایه‌ایمون میشن x2 تازه وارد و x5 و x6 که توی پایه باقی میمونن. و من به شما گفته بودم که متغیر وارد شونده در جدول جدید مقدار تست مینیموم نسبت یا همون 2 رو به خودش میگیره و همچنین از اونجایی که متغیرهای x1
X3 و X4 متغیرهای غیرپایه ما هستند، در جدول دوم مقدارشون صفره. بنابراین با توجه به نکاتی که از جدول دوم به دست آوردیم، فقط گزینه دومه که میتونه پاسخ تست ما باشه. خب حالا بریم سوال بعدی رو هم ببینیم. خب توی این سوال یه مسئله برنامه‌ریزی خطی به ما دادن و گفتن که این مسئله رو با روش سیمپلکس حل کردیم و به جدول بهینه زیر رسیدیم. حالا از ما پرسیدن که اگر X1 به عنوان متغیر وارد شونده در نظر گرفته بشه، کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟ خب اگر ما X1 رو وارد کنیم و X3 رو از پایه خارج بکنیم، در جدول جدیدمون متغیرهای پایه‌ای عبارت خواهند بود از X1 تازه وارد و X2ی که توی پایه باقی مونده. خب شما میدونید که در اثر این تکرار، به علت این که ما تست مینیمم نسبت و محورگیریمون رو به اشتباه به روی یک عنصر منفی انجام دادیم، جدول جدیدمون دیگه موجه نخواهد بود و همچنین از طرفی زجه منهای سیجه متغیر وارد شوندمون در مسئله ماکسیموم سازی مثبت بوده، یعنی شرط ورود به پایه رو نداشته. پس میتونم بگم که با ورود این متغیر به پایه، بهینگی جدولمون به هم میخوره و جدول جدیدمون دیگه بهینه نخواهد بود. حالا فرض کنید که ما مجدداً متغیر X1 رو وارد پایه بکنیم، ولی این بار متغیر X2 رو از پایه بیرون کنیم. پس تو جدول جدیدمون متغیرهای پایه‌ایمون برابر میشن با X1 تازه وارد و X3 که توی پایه باقی مونده. خب از اونجایی که ما این دفعه تست مینیمم نسبت یا در واقع محورگیریمون رو روی یک عنصر درست انجام دادیم، تضمین میکنه که جدول بعدیمون موجه باقی بمونه. ولی همچنان به علت این که متغیر وارد شوندمون شرط ورود نداره، میتونیم بگیم که نه تنها هیچ بهبودی به مسئلمون نمیده، بلکه بهینگی جدولمون رو هم به هم میریزه. حالا بریم گزینه ها رو بخونیم. گزینه 4 گفته که اگر X1 و X2 متغیرهای اساسی تکرار بعدی باشند، آنگاه جواب اساسی به دست آمده بهینه است. که خب شما میدونید که این گزینه یه عبارت غلط رو بیان میکنه، چون که در واقع این جدول برای ما شرایط بهینگی رو نخواهد داشت. گزینه سوم میگه که مجدداً اگر X1 و X2 متغیرهای اساسی تکرار بعدی باشند، آنگاه جواب اساسی به دست آمده موجه هست ولی بهینه نیست. خب شما میدونید که اون بخشش که گفته بهینه نیست درسته، ولی اون قسمتی که گفته جدولمون موجهه یک عبارت نادرست رو بیان میکنه. گزینه دوم میگه که اگر متغیرهای X1 و X3 متغیرهای اساسی تکرار بعدی باشند، آنگاه جواب اساسی به دست آمده بهینه است. که خب مجددا شما میدونید که این جدول برای ما شرایط بهینگی رو نداره و گزینه دوم هم یه عبارت نادرست رو بیان میکنه. و در نهایت گزینه اول گفته که اگر X1 و X3 متغیرهای اساسی تکرار بعدی باشند، آنگاه جواب اساسی به دست آمده موجه هست ولی بهینه نیست، که در واقع پاسخ درستمون هم میشه همین گزینه اول. بریم سوال بعدی رو ببینیم. توی این سوال هم یک مسئله برنامه‌ریزی خطی به ما دادن که با روش سیمپلکس حلش کردیم و در نهایت به جدول مقابل رسیدیم. حالا از ما پرسیدن که چنانچه X1 رو از پایه خارج کنیم و X3 رو وارد پایه کنیم، جواب اساسی حاصلمون کدام یک از گزینه‌های زیر خواهد بود؟ خب شما میدونید که اگر ما X3 رو وارد پایه بکنیم، بایستی که در گام بعدی برای انتخاب متغیر خارج شونده تست مینیمم نسبت یا تتا رو محاسبه کنیم، به این صورت که مقادیر سمت راست رو تقسیم میکنیم به عناصر مثبت ستون لولا، یعنی در واقع تتا مساوی میشه با مینیمم 1.8 تقسیم بر 8، و در نهایت هم میدونید که دیگه سطر دوممون به روی عدد منفی تقسیم نمیشه.
خب پس تست مینیموم نسبت به ما میگه که ما بایستی محورگیریمون رو روی 18 انجام بدیم و متغیر x1 رو از پایه خارج کنیم. خب ما هم که همین کار انجام دادیم، یعنی در واقع تست مینیموم نسبت رعایت شده. پس جدول جدیدمون هم یک جدول موجه باقی میمونه، یعنی این که مقادیر سمت راست جدول بعدیمون منفی نخواهند شد. خب حالا شما میدونید که از اونجایی که متغیر وارد شوندمون ضریب سطر هدفش تو مسئله ماکسیموم سازی مثبته، شرط ورود به پایه رو نداره، یعنی نه تنها تا به هدفمون رو بهبود نمیده، در واقع بدترش هم میکنه، که شما میتونید این رو از داخل فرمول هم مشاهده کنید، چون ما گفته بودیم که میزان تغییر تا به هدف مساوی میشه با منهای زد جی منهای سی جی ضرب در تتا. خب منهای زد جی منهای سی جی یعنی این که منهای 2.2 و تتا هم که برابر میشه با 2.25، که اگر این ضرب رو انجام بدید متوجه میشید که حاصل یک عدد منفی خواهد شد، یعنی این که این تکرار مقدار تا به هدفمون رو کاهش میده و در مسئله ماکسیموم سازی بدترش میکنه. بنابراین پاسخ این تستمون میشه گزینه 4 که گفته جواب اساسی حاصل موجه هست ولی تا به هدفمون بدتر میشه. بریم سوال بعدی رو ببینیم. تو این سوال به ما گفتن که در یکی از مراحل حلمون جدول زیر به دست آمده. حالا پرسیدن که اگر x6 به عنوان متغیر وارد شونده انتخاب بشه و x1 رو از پایه خارج بکنه، در این صورت جواب اساسی بعدیمون چگونه خواهد بود؟ خب اگر نگاه کنید متوجه میشید که متغیرهای اساسی جدول رو به ما نداده، یعنی ما الان نمیدونیم که x1 متغیر پایه‌ای سطر چندمه، اما به راحتی میتونیم به دستش بیاریم، چون همونطور که گفته بودیم متغیری میتونه داخل پایه قرار داشته باشه که ضریبش در سطر خودش مثبت 1 و در بقیه سطرها 0 باشه. پس در نتیجه متغیر پایه‌ای سطر اولمون متغیر x3 هستش و همچنین متغیر پایه‌ای سطر دوممون متغیر x2 میشه و در نهایت متغیر پایه‌ای سطر سوممون هم متغیر x1ه. پس همونطور که صورت سوال گفته ما x6 رو وارد پایه میکنیم و x1 رو از پایه خارج میکنیم. خب شما میدونید که اگر ما x6 رو وارد پایه بکنیم، در گام بعدی برای مشخص کردن متغیر خارج شونده بایستی که تست مینیموم نسبت رو بگیریم و مقادیر سمت راست رو تقسیم بکنیم به عناصر مثبت ستون لولا، یعنی در واقع تتا مساوی میشه با مینیموم 6 تقسیم بر 4. خب 4 که تقسیم بر منهای 1 نمیشه و 3 تقسیم بر 1 که در نهایت مساوی میشه با 6/4. خب این 6/4 از کجا اومده؟ در واقع حاصل تقسیم سطر اول بوده. پس ما هم بایستی که متغیر پایه‌ای سطر اول یعنی x3 رو از پایه خارج بکنیم و محورگیریمون رو به روی عدد 4 انجام بدیم. اما از اونجایی که این کار رو انجام ندادیم و متغیر خارج شوندمون رو اشتباه انتخاب کردیم، پس جدول جدیدمون یک جدول غیر موجه خواهد بود و پاسخ تستم میشه گزینه اول. خب حالا اگر جلوتر بریم تو اسلاید بعدی وارد حالات خاص میشیم و میخوایم از اینجا به بعد یه مقدار در رابطه با جواب بهینه نامتناهی صحبت کنیم. خب تو این قسمت میرسیم به حالت خاص جواب بهینه نامتناهی و میخواییم ببینیم که در چه مواقعی جواب بهینه مسئلمون بیکران میشه. خب فرض کنید که در یکی از مراحل حلمون زد جی منهای سی جی یه متغیر غیر پایه‌ای در مسئله ماکسیموم سازی منفی بشه. خب شما میدونید که در این شرایط این متغیر شرط ورود به پایه رو داره و ستون زیرش همیشه ستون لولا. حالا بایستی که در گام بعدی برای انتخاب متغیر خارج شوندمون تست مینیموم نسبت رو به این صورت محاسبه کنیم که مقادیر سمت راست رو تقسیم بکنیم به عناصر مثبت ستون لولا. حالا فرض کنید که در ستون لولامون تمامی مقادیر کوچیکتر مساوی با 0 باشن. خب اگر این اتفاق بیفته دیگه 2 تقسیم بر A نمیشه، 5 هم تقسیم بر B نمیشه، یعنی در واقع ما اصلا تست مینیموم نسبت رو نمیتونیم انجام بدیم. وقتی که تست مینیموم نسبت رو هم نتونیم انجام بدیم، متغیر خارج شونده ای وجود نخواهد داشت.
در این شرایط میگن که تتا برابر میشه با مثبت بی‌نهایت و جواب بهینه مسئلمون هم نامتناهی میشه. پس یه بار دیگه میگم، در هر جدول سیمپلکس مربوط به هر کدوم از مراحلی که بودیم، اگر یه متغیر وارد شونده داشته باشیم ولی متغیر خارج شونده ای نتونیم پیدا کنیم، در این شرایط جواب بهینه مسئلمون نامحدود یا نامتناهی میشه. خب بریم یه سوال با هم دیگه ببینیم. خب حالا قبل از اینکه بخوایم سوالو بخونیم، بریم همین نکته‌ای که با هم گفتیم و یه مرور بکنیم. ما گفتیم که اگر در یکی از مراحل حلمون، مثلا فرض کنید که مسئله ماکسیموم سازی، یه متغیر xj ضریب سطر هدفش منفی باشه، یعنی اینکه این متغیر شرط ورود به پایه رو داره، پس ما متغیر وارد شونده رو داریم و ستون زیر xj همیشه ستون لولا. و در ادامه گفته بودیم که اگر تمامی مقادیر ستون لولامون کوچیکتر مساوی با صفر باشن، ما دیگه تست مینیموم نسبت رو نمیتونیم انجام بدیم، یعنی متغیر خارج شونده نداریم، پس جواب بهینه مسئلمون نامتناهی میشه. اما فرض کنید که تو مسئله ماکسیموم سازی ضریب سطر هدف یه متغیر غیر پایه‌ایمون مثبت باشه. خب شما میدونید که این متغیر دیگه شرط ورود به پایه رو نداره، پس ما اصلا متغیر وارد شونده نداریم، هرچند که تمامی عناصر ستون xj کوچیکتر مساوی با صفر هستن، ولی جواب بهینه مسئلمون نامتناهی نمیشه. پس این نکته رو به خاطر داشته باشید، اگر تمامی عناصر زیر یکی از متغیرهامون همگی کوچکتر مساوی با صفر بودن، میگیم که ناحیه شدنی در جهت اون متغیر نامحدوده، ولی در رابطه با جواب بهینه فعلا نمیتونیم اظهار نظر بکنیم. اگر اون متغیر شرط ورود به پایه رو هم داشت، جواب بهینه‌مون نامتناهی میشه. اما اگر اون متغیر شرط ورود به پایه رو نداشت، جواب بهینه نامتناهی نداریم و فقط میتونیم بگیم که ناحیه شدنی یا فضای قابل قبولمون نامتناهیه. حالا بریم صورت سوالو بخونیم. سوال به ما گفته که در یکی از مراحل حل، مقادیر مربوط به ضرایب یکی از متغیرهامون در تمامی سطرها همگی منفی یا صفرن. حالا گفته که این رویداد نشانگر چیست؟ با توجه به توضیحاتی که دادیم، پاسخ میشه گزینه دوم، یعنی مسئلمون دارای فضای حل یا ناحیه شدنی نامتناهیه، ولی ممکنه که جواب بهینه مون نامتناهی نباشه. اون هم در صورتی اتفاق میفته که ما اصلا متغیر وارد شونده نداشته باشیم. خب بریم سوال بعدی رو ببینیم. خب توی این سوال به ما یکی از جداول مسئله مینیموم سازی رو دادن و گفتن که کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است. اولین نکته‌ای که شما باید بهش توجه کنید اینه که در این قسمت جدول نوشته شده منهای زد. وقتی که اینجا منهای زد می‌نویسه، یعنی این که این سطری که به ما دادن سطر هدف واقعی مسئله‌مون نیستش و در حقیقت قرینه‌شه. پس ما برای این که سطر هدف اصلیمون رو بنویسیم، توی یک منفی ضربش میکنیم. خب پس الان این شد سطر هدف درست مسئلمون و با اون چیزی که صورت سوال به ما داده بود دیگه کاری نداریم. الان اگر نگاه کنید متوجه میشید که در مسئله مینیموم سازی ضریب سطر هدف یه متغیرمون مثبته، پس شرط ورود به پایه رو داره. ما این متغیر رو وارد پایه میکنیم و ستون زیرش همیشه ستون لولا. و حالا از اونجایی که در قدم بعدی برای انتخاب متغیر خارج شوندمون ما اصلا نمیتونیم تقسیمی رو به روی عناصر مثبت ستون لولا انجام بدیم، پس تست مینیموممون انجام نمیشه، متغیر خارج شونده هم نداریم، پس جواب بهینه مسئلمون نامتناهی میشه و دیگه بهینه یگانه نیستش و پاسخ این تست هم میشه گزینه سوم. بریم سوال بعدی رو ببینیم. توی این سوال به ما گفتن که یکی از مراحل مسئله ماکسیموم سازیمون به صورت مقابله، آنگاه کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟ خب گزینه یک به ما گفته که یه همچین تابع هدفی به روی ناحیه شدنی مسئلمون نامتناهیه.
برای اینکه ببینیم درست میگه یا نه، بایستی که این تاب هدف رو در داخل جدول جایگذاری بکنیم و ببینیم که جواب بهینمون بیکران میشه یا نمیشه. خب شما میدونید که هر موقع تاب هدف رو بخوایم وارد جدول بکنیم، بایستی که همه متغیرها رو به سمت چپ ببریم و سمت راستمون فقط یه عدد ثابت باشه. پس مینویسیم زد به اضافه x1 منهای 3 تا x2 به اضافه 4 تا x5 مساوی میشه با 0. حالا اگر من بخوام این تاب هدف رو وارد جدول مسئلمون بکنم، زیر x1 بایستی بنویسم 1، زیر x2 بنویسم منهای 3، x3 که نداریم 0، x4 هم نداریم 0 و x5 هم میشه 4. حالا این سمت راست مسئله رو میتونیم بنویسیم 0. خب همیشه یادتون باشه وقتی که یه تاب هدف جدید رو به مسئله وارد میکنیم، باید مواظب باشیم که یکه بودن جدول به هم نریزه. یکه بودن یعنی چی؟ یعنی متغیر پایه‌ای x3 بایستی که تو سطر خودش ضریب مثبت 1 و تو بقیه سطرها ضریب 0 داشته باشه، که خب درسته. اما متغیر x1مون بایستی ضریبش تو سطر خودش 1 باشه و تو بقیه سطرها 0 باشه، که اینجا کار ما رو خراب کرده. پس بنابر این قبل از اینکه هر تصمیمی بخوایم بگیریم، ابتدا بایستی که جدول رو یکه بکنیم. که خب اگر شما این سطر رو در منهای 1 ضرب بکنید و با سطر هدف جمع کنید، در نهایت سطر هدف جدیدمون به صورت 1 در میاد و زیر متغیرهای پایه‌ایمون همانی میشه. خب همونطور که بهتون گفته بودیم، از اونجایی که ستون زیر متغیر x2 و x4 همگی کوچیک در مساوی صفرن، یعنی ناحیه شدنیمون در جهت این دو متغیر نامتناهیه. و اگر این متغیرها شرط ورود به پایه رو هم داشتند، اون وقت جواب بهینه مسئلمون هم بیکران میشه. که خب اگر شما نگاه کنید متوجه میشید که متغیر x2 در مسئله ماکسیموم سازی ضریب سطر هدفش منفیه و شرط ورود به پایه رو داره. بنابراین ما متغیر وارد شونده داریم، اما متغیر خارج شونده ای نمیتونیم پیدا کنیم. پس میتونیم بگیم که این تاب هدف به روی ناحیه شدنی مسئلمون نامتناهیه و پاسخ این تست میشه گزینه اول. که خب اگر شما همین کار رو به روی گزینه دو و سه تکرار بکنید، متوجه میشید که جواب بهینمون نامتناهی نخواهد شد. خب حالا توی اسلاید بعدیمون میخوایم جلوتر بریم و حالت خاص تباهیدگی رو هم بررسی کنیم. خب توی اسلایدهای قبلی در رابطه با جواب نامتناهی صحبت کردیم. الان میخوایم ببینیم که حالت خاص تباهیدگی چه زمانی اتفاق میفته و چه ویژگی هایی داره. حالا بریم اسلاید بعدی. فرض کنید که در یک مسئله ماکسیموم سازی ضریب سطر هدف دو تا از متغیرهای غیر پایه‌ایمون منفی شده. خب شما میدونید که این دو تا متغیر شرط ورود به پایه رو دارن و ما هر کدوم که دلمون بخواد رو میتونیم وارد پایه کنیم، اما الگوریتم منفی ترین رو وارد پایه میکنه و ستون زیرش رو هم به عنوان ستون لولا در نظر میگیره. حالا در گام بعدی برای انتخاب متغیر خارج شونده، ما بایستی که تست مینیمم نسبت رو محاسبه کنیم. پس می نویسیم مینیمم 8 تقسیم بر 4 و 4 تقسیم بر 2. خب اگر الان نگاه کنید متوجه میشید که تست مینیمم نسبتمون برابر میشه با 2 و 2. یعنی به روی دو تا سطر اتفاق میفته، هم سطر اول و هم سطر دوم. بنابراین هر دو تا متغیر x1 و s1 شرط خروج از پایه رو دارن. خب اما شما میدونید که اگر ما بخوایم به جدول بعدی بریم، نمیتونیم هر دو تا متغیر رو از پایه خارج کنیم. به ناچار یکی رو از پایه خارج میکنیم و دیگری رو توی پایه نگه میداریم. پس در این تکراری که انجام میدیم، x3 وارد میشه و به جای x1 در جدول بعدیمون داخل پایه قرار میگیره و این متغیر s1 هم بایستی از پایه خارج میشد، ولی ما همچنان داخل پایه نگهش داشتیم.
هر موقع این اتفاق بیفته که تست مینیمم نسبتمون یکتا نشه، ما بیش از یک متغیر خارج شونده داریم، اما ما فقط یکیشون رو از پایه خارج میکنیم و بقیه رو توی پایه نگه میداریم. اینجا رو دقت بکنید، اون متغیری هم که باید از پایه خارج میشد ولی ما توی پایه نگهش داشتیم، در جدول بعدی داخل پایه مقدارش صفر میشه. و همچنین از اسلایدهای قبلی هم یادتون هست، متغیر وارد شوندمون در جدول جدید مقدار تست مینیمم نسبت یا 2 رو به خودش میگیره. خب الان اگر به این جدول جدیدمون نگاه کنیم، متوجه میشیم که یکی از مقادیر سمت راستمون صفر شده. هر موقع که این اتفاق بیفته و ما در بین مقادیر سمت راستمون صفر داشته باشیم، اون جدول برای ما یک جدول تباهیده است. پس یه بار دیگه میگم، هر موقع که تست مینیمم یکتا نشه و ما بیش از یک متغیر خارج شونده داشته باشیم، یکی از اونا رو از پایه خارج میکنیم و بقیه رو توی پایه نگه میداریم و اون متغیری هم که باید از پایه خارج میشد ولی ما توی پایه نگهش داشتیم، در جدول جدید مقدارش صفر میشه و صفر شدن سمت راست جدول نشون دهنده حالت خاص تباهیدگیه. خب حالا بریم یه مثال با هم دیگه ببینیم. توی این سوال یه جدول سیمپلکس به ما دادن و گفتن که یه پایه منحت یا در واقع تباهیده برای این مسئلهمون کدام است. خب حالا اینجا رو دقت کنید، من میخوام که متغیر x1 رو وارد پایه کنم و در گام بعدی برای انتخاب متغیر خارج شونده تست مینیمم نسبت رو محاسبه کنم. خب میدونید که تتا مساوی میشه با مینیمم 2 تقسیم بر 1 و 6 تقسیم بر 3 و در نهایت میدونید که سطر آخر هم به روی عدد منفی تقسیم نمیشه. خب اگر نگاه کنید، حاصل این عبارتمون برابر میشه با مینیموم 2 و 2، یعنی تست مینیموممون یکتا نشد و هم روی سطر اول و هم روی سطر دوم اتفاق افتاده. پس من میتونم بگم که الان متغیر خارج شوندمون هم x2 خواهد بود و هم x5. پس ما میتونیم که توی این مسئلمون 2 تا سطر لولا داشته باشیم. اما اگر یادتون باشه، من گفتم از بین متغیرهایی که شرط خروج از پایه رو دارن، ما یک کدومشون رو از پایه خارج میکنیم و دیگری رو توی پایه نگه میداریم. پس اگر من بخوام متغیرهای پایه‌ای جدول جدیدمون رو بنویسم، x2 رو در پایه نگه می‌داریم و x1 رو جایگزین x5 میکنیم و در نهایت x3 هم که دست نخورده داخل پایه باقی میمونه. خب من به شما گفته بودم که اون متغیری هم که باید از پایه خارج میشد ولی ما تو پایه نگهش داشتیم، در جدول جدیدمون مقدارش برابر با صفر میشه. و شما میدونید که اگر در سمت راستمون صفر داشته باشیم، نشون دهنده اینه که اون جدول یا اون پایه برای مسئلمون یک پایه تباهیده است. پس میتونیم بگیم که x2, x1 و x3 تشکیل یک پایه منحت، دژنره یا تباهیده رو میدن که پاسخ این تستمون هم میشه گزینه دوم. حالا میخوایم بریم یه ذره جلوتر و حالت خاص تباهیدگی رو یه ذره دقیقتر و جزئیتر بررسی بکنیم. فرض کنید که در یکی از مراحل مسئله ماکسیموم سازیمون تست مینیموم نسبت یکتا نشه. خب پس شما میدونید که در این شرایط در بین مقادیر سمت راست مرحله بعدمون ما عدد 0 خواهیم داشت که نشون دهنده تباهیده بودن جدوله. حالا فرض کنید که در این جدول تباهیدمون یه متغیر غیر پایه‌ای xj با ضریب سطر هدف منفی وجود داشته باشه. خب این نشون دهنده اینه که ما متغیر وارد شونده داریم و هنوز حل مسئله‌مون تموم نشده. پس بنابراین بایستی که الگوریتم رو در مراحل بعدی ادامه بدیم. خب ما متغیر xj رو وارد پایه می‌کنیم و ستون زیرمون هم میشه ستون لولا. و شما میدونید که برای محاسبه تتا بایستی که 0 رو تقسیم بر A بکنیم و 2 رو هم تقسیم بر B بکنیم. از بین اینا مقدار مینیمم انتخاب میشه و ما با استفاده از تست مینیمم به جدول جدیدمون میریم.
که خب اگر بخوایم یه مروری هم روی نکات گذشتمون داشته باشیم، شما میدونید که متغیر وارد شونده XJ در جدول جدیدمون همین مقدار تست مینیموم یا تتا رو به خودش میگیره و همچنین اگر ما مقدار تابع هدف قبلیمون زد باشه و الان به تابع هدف زد پریم برسیم، میزان تغییر تابع هدفمون برابر میشه با منهای زد جی منهای سی جی متغیر وارد شونده ضرب در تتا یا همین تست مینیموم نسبت. خب حالا اگر اجازه بدید من میخوام این نکاتی که با هم صحبت کردیم رو یه ذره کوچیکترش بکنم تا اینجا فضا باز بشه برای بررسی کردن نکات بیشتر. خب من به شما گفته بودم که در این جدول تباهیده یا این نقطه تباهیدمون از اونجایی که متغیر وارد شونده داریم، یعنی جدولمون هنوز بهینه نشده و ما بایستی که حل مسئله رو ادامه بدیم. خب حالا شما فرض کنید که برای این جدول ما توی یک نقطه تباهیده حضور داریم و میخوایم XJ رو وارد پایه بکنیم. من میخوام بگم که اگر مقدار آ در ستون لولامون مثبت باشه، هنگام محاسبه تست مینیموم 0 تقسیم بر آ میشه و در حقیقت میتونیم بگیم که حاصل تست مینیموم نسبتمون رو 0 میکنه. خب این نکته رو هم به خاطر داشته باشید که تست مینیموم نسبت میزان حرکت ما در جهت متغیر XJ، یعنی در واقع میتونم بگم که تتا میزان حرکتیه که ما از این جدول به جدول دیگه انجام میدیم. خب وقتی که تتا صفر میشه یا میزان حرکتمون صفر میشه یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما توی این نقطه تباهیده هستیم، با ورود XJ به پایه ما به میزان صفر واحد حرکت میکنیم و برمیگردیم سر جای خودمون، یعنی در اصل ما اصلا از این نقطه رسمون خارج نشدیم. در این حالت میگن که تباهیدگیمون رفع نشد و اصطلاحاً میگن درجا زدیم. با این که پایمونو عوض کردیم، با این که جدولمونو عوض کردیم، ولی نقطه رأسیمون عوض نشد. خب وقتی هم که نقطتون عوض نشه، مقدار تابع هدفتون هم تغییر نمیکنه و دلتا زدمون صفر میشه که این رو از فرمولم میتونستید حساب کنید. وقتی که تتا صفر باشه باعث میشه که دلتا زدمون هم صفر بشه و مقدار تابع هدفمون هیچ تغییری نکنه. خب حالا فرض کنید که نقطه تباهیدمون به این صورت باشه و مقادیر آ و ب در ستون لولا همگی کوچیکتر مساوی با صفر باشن. خب همونطور که قبلا بهتون گفته بودم، تست مینیموم نسبت به روی اعداد منفی انجام نمیشه، پس در نتیجه ما اصلا متغیر خارج شونده نداریم و گفته بودیم که در این شرایط تست مینیموم نسبتمون بی نهایت میشه و شما میدونید که تتا میزان حرکت ماه، یعنی ما از این نقطه رأسی تباهیده خارج میشیم، روی یال میندازیم و به میزان مثبت بی نهایت حرکت میکنیم بدون اینکه از ناحیه شدنیمون خارج بشیم. و همچنین از اونجایی که متغیر وارد شوندمون شرط ورود به پایه رو داره، مقدار تابع هدفمون رو داره بهبود میده و من میتونم بگم که با ورود XJ به پایه ما دائما بهبود داریم و مقدار بهینه تابع هدفمون هم بیکران میشه که این حالت رو در اسلایدهای قبلی دیده بودید. هر موقع که وارد شونده داشته باشیم ولی خارج شونده نداشته باشیم، جواب بهینه مسئلهمون نامتناهی میشه و دلتا زدمون هم میشه مثبت بی نهایت. حالا فرض کنید که نقطه تباهیدمون به این صورت باشه و مقدار آ در عدد لولا منفی و همچنین مقدار بیمون مثبت باشه. خب شما میدونید که برای تست مینیموم گرفتن ما 0 رو تقسیم بر آ نمی کنیم و فقط 2 تقسیم بر بی میشه. پس تتا یا تست مینیموم نسبتمون برابر میشه با 2 بیوم و شما میدونید که تست مینیموم نسبت میزان حرکت ما رو نشون میده. پس میتونم بگم که ما از این نقطه تباهیدمون در اثر ورود XJ به پایه به میزان تتا یا 2 بیوم حرکت میکنیم و به یک نقطه جدید غیر تباهیده میرسیم که در این شرایط میگن تباهیدگی مسئلمون رفع میشه و از اونجایی که به یک نقطه جدید میریم، مقدار تابع هدفمون هم تغییر میکنه و دلتا زدمون دیگه برابر صفر نخواهد بود.
و همچنین در حالت آخرمون فرض کنید که مقدار A صفر باشه ولی B مثبت باشه. خب شما وقتی میخوای تست مینیمم انجام بدی مجددا صفر رو تقسیم بر A نمی‌کنی ولی 2 تقسیم بر B میشه. پس این بار هم تست مینیمم نسبتمون میشه 2 بیوم، یعنی ما به میزان 2 بیوم حرکت میکنیم، از نقطه تباهیدمون خارج میشیم و به یک نقطه جدید میریم. اما فرق این حالت با مورد قبلی در اینه که درسته ما اینجا هم از نقطه تباهیده خارج میشیم، تباهیدگیمون رفع میشه و به یک نقطه جدید میریم، اما این بار نقطه جدیدمون هم مجددن یک نقطه تباهیده است. و در نهایت شما میدونید که چون ما از این نقطمون خارج شدیم و به یک نقطه دیگه رفتیم، مقدار تا به هدفمون تغییر میکنه و دلتا زدمون دیگه مساوی با صفر نخواهد بود. خب حالا بریم یه چند تا سوال با هم دیگه ببینیم. توی این سوال به ما گفتن که اگر در یکی از مراحل روش سیمپلکس به جواب منحت یا دژنره برسیم، در مرحله بعدیمون جواب چگونه است؟ خب الان فرض کنید که ما تو یکی از جداول مسئله ماکسیموم سازیمون حضور داشته باشیم. از اونجایی که در بین مقادیر سمت راستمون صفر داریم، پس این جدول برای ما یک جدول تباهیده است. خب نگاه میکنیم میبینیم که متغیر X3 شرط ورود به پایه رو داره و ستون زیرش هم میشه ستون لولا. حالا در گام بعدیمون برای انتخاب متغیر خارج شونده بایستی که تست مینیموم نسبت رو حساب بکنیم.